درود بر شما. مداخله رئیس جمهور کرزی در رهایی افراد آلوده به فساد نگرانی های را به همراه داشته است. رئیس جمهور کرزی تلاش دارد تا فعالیت های اداره مبارزه با جرم های سنگین را محدود بسازد و بر تمامی فعالیت های این اداره نظارت کامل داشته باشد. در تازه ترین رویداد رئیس جمهور کرزی با یک مداخله جدی در کار نهادهای عدلی و قضایی، یک کارمند بلندپایه ریاست جمهوری را از بند رها کرد. رئیس جمهور مداخله اش را با برخورد نادرست و عملیات نیمه شب توجیه می کند. اما پرسش به میان می آید که چرا رئیس جمهور در برابر حمله های نیمه شب در برابر شهروندان عادی خاموش است؟ در این برنامه مداخله های حکومت را در رهایی افراد آلوده به فساد بررسی می کنیم. پشتیبانی مقام های بلندپایه دولت از افراد آلوده به فساد همواره مطرح بوده است. حتی این اتهام بر رئیس جمهور کرزی نیز زده می شود و پشتیبانی رئیس جمهور کرزی از چنین افراد در حکومت کنونی بیشتر دیده شده است. چنانکه بار پس از حکم دادگاه درباره شهردار پیشین، رئیس جمهور کرزی از وی به شدت حمایت کرد. شما ببینید هر از چندگاهی که دستگاه عدلی و قضایی مملکت و یا دادستانی کل بعضی از مقامات رده‌های میانی حکومت را تحت تعقیب قرار دادن، با مداخلات مستقیم شخص آقای کرزی مواجه شدند. ماجرای شهردار کابل یک نمونه بسیار واضح و عریان بود. در روز آغاز به کار یک کمیسیونی که قرار بود سیاست گذاری بکنه و مبارزه بکنه در امر در برابر فساد، چند روز پیش شهروار صاحب کابل صاحبی صاحب محکوم به 4 سال حبس شد. شهروار صاحب کابل رو میشناسم، یک انسان پاک است. اون آمده شده خواست بگید بیر باری ما میشناسم. در کارهای شهروالی ما مشکلات بسیار زیاد است. مقرر نشده بود که مردم پشت گرفتن، مقرر روز نشده بود. مامور دولت از زمین میخواه، زوراور دولت از زمین میخواه، تمام اراکین دولت از زمین میخواین، تجارا و اونایی که دلچسپی در زمین ها دارن چی میگنم، شهرک ها که میسانه که پاک میسانه، اونا از زمین میخواین، این میخواین، اون میخواین، که نشد اونا در ادارات دولتی جای دارن، را دارن، واسطه دارن، به هر عنوان متهم کده میتونن. بایده که رئیس جمهور داد کنفرانس مبارزه با فساد اداری، شهرداد ممنوع الخروج است، فعلا در افغانستان است و امروز هم در لویتان نوال پیش لویتان واسب آمده بود. دوسیه از او در محکمه استیناف تعقیب شد و در محکمه استیناف شهردار سابقه را برعد داده فعلا و ما دست دستیم دوسیه ازی برسه به مرحله سوم سر ازی اعتراض بکنیم و تمیز. آقای صاحبی شهردار پیشین کابل تهدید کرده بود که اگر قرار باشه ایشان پشت میله های زندان ساکن شود، اسناد را منتشر خواهد کرد که کسان دیگر را هم به پشت میله های زندان خواهد فرستاد. در یک مورد دیگر، وزیر حج و اوقاف از سوی نهادهای مبارزه با فساد اداری متهم شناخته شد، اما آقای شکری به گونه مرموزی از افغانستان بیرون شد. در حالی که وزیر حج و اوقاف ممنوع الخروج شده بود، آیا بدون همکاری و پشتیبانی مقام های بلندپایه دولت می توانست از افغانستان بیرون شود؟ در قسمت آقای چکری هیچ گونه حکم از رئیس جمهور موجود نیست. دوسیه آقای چکری تحت دوران است، محکمه رفته و در محکمه معتمد امو وزارت که بوده، اونا شما دیدین به 16 یا 20 سال حبس محکوم با مجازات شد، ولی چون خودش حاضر نبود محکمه اندلاعزارش در قسمتش تصمیم خواهد گرفت. ما نه تنها از طریق انترپول داخل اقدام شدیم در قسمت ازاری عزیب افغانستان، بلکه در یه اواخر از طریق سفارت انگلستان به وزارت داخلی خود انگلستان هم مکتوب دادیم که آقای چکری را برای ما. آقای چکری تهدید کرده بود که اگر قرار باشه که به اتهامات ایشان رسیدگی بشه، ایشان افشا خواهد کرد که پول اختلاس از پروسه حجر در چی راهی به مصرف رسانده قبل از انتخابات ریاست جمهوری و در کمپاین انتخاباتی چه کسی ای پول را هزینه کرده.
مصلحت بعد از احضار آقای چکری معلوم خواهد شد. فعلا خب ما مکاتب به هر مرجعی دادیم، اگر کشور انگلستان با مکتوب ما مرجعش بته و ایره دوباره عودت بته به افغانستان، بعدا باز ما خواهد فهمیدیم که رئیس جمهور در این قضیه مداخله میکنه. در تازه ترین رویدات اداره مبارزه با جرم های سنگین که مقام های بلند پای دولت را زیر پیگرد قرار میدهد و از سوی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا تمویل می شود، یک کارمند بلند پایه کاخ ریاست جمهوری را بازداشت کرد. در آغاز نگاهی به بازداشت این مقام کاخ ریاست جمهوری می اندازیم. آقای ضیاء صالحی که رئیس مالی دفتر ریاست جمهوری است، در یک قضیه فساد اداری صدای از این ثبت شده بود، استراق سمه بود که از یک نفر در ارتباط اجرای یک کار یک موتر خواسته بود که برش بخره و به اساس امی استراق سمه اینا در گرفتاریشان اقدام شده بود، ولی خلای قانونی که در اینجا موجود بود و این بوده که در قانون تطهیر پول استراق سمه من حیث سند قابل اعتبار در جریان تحقیق و محاکمه پنداشته نشده و در پهلوی از این باید دلایل و شواهد و مدارک دیگه هم جمع آوری شود، چنانچه در قانون مبارزه با مواد مخدر استراق سمه در چند موادش ذکر شده من حیث سند قانونی در جریان تحقیق و محاکمه قابل اعتبار دانسته شده، صرف در قانون تطهیر پول این قابل اعتبار نیست، قانون گنگ است، هیچ چیزی نگفته. بازداشت محمد ضیاء صالحی مسئول مالی شورای امنیت ملی از سوی اداره مبارزه با جرم های سنگین خشم رئیس جمهور را برانگیخت. در حالی که روند تحقیقات از این کارمند ریاست جمهوری به پایان نرسیده بود، رئیس جمهور در یک مداخله روشن این کارمند ریاست جمهوری را از بنده ها ساخت. ظاهرا برخورد کارمندان این اداره و عملیات نیمه شب رئیس جمهور را خشمگین ساخته است. اما چرا رئیس جمهور در برابر عملیات های نیمه شب در برابر شهروندان عادی خاموش است؟ Absolutely I intervened, not only I intervened but I intervened very very strongly. This man... بله، من به گونه کامل مداخله کردم. نه تنها مداخله کردم بلکه بسیار به گونه قوی مداخله کردم. این مرد در نصف شب توسط 30 مرد مسلح به کلاشینکوف و نقابدار به نام ارگان مبارزه با جرایم سنگین از خانه‌اش بیرون کشیده شد. این عمل مرا به یاد روزهای حاکمیت ارتش سرخ می‌اندازد که در آن زمان افراد مسلح مردم را از خانه‌هایشان بیرون می‌کردند و آنان را در زندان‌های نامعلوم می‌انداختند. وقتی که یک نهاد را ایجاد میکنید، یک اداره را به وجود میارید که در او مقامات ذی صلاح حکومتی حضور دارند و قرار هست که این اداره با صاحب منصبان حکومتی شما برخورد بکنند، با کسانی که متهم هستند به اختلاس و فساد اداری و روابط مافیایی، وقتی که قرار هست این اداره کار خود را انجام بده، مداخله شخص شما در چنین امورات اولا که نفی کننده استقلال این نهادها هست و دوم اثبات کننده شراکت شما در جرائم مافیایی و فساد گسترده اداری است. آیا در افغانستان تنها آقای صالحی شبانه دستگیر شده؟ آیا قرار هست که به مجرم قبلا اطلاع بدن؟ مانند جناب آقای چکری که با اجازه شما توانست از افغانستان خارج بشه؟ و آیا قرار هست که هر فردی که دستگیر میشه موضوع به اطلاع شما رسانده شوه؟ اگر چنین هست بفرمایید شما وظیفه تمام کمیسیون ها، تمام وزارت خانه ها و تمام دستگاه عدلی و قضایی و دادستانی های افغانستان را شخصا انجام بدهید. رئیس جمهور در پروسه تحقیق نمداخله کرده و تحقیق ادامه داره پیرامونی، مثلا هیچ نوع سندی مبنی بر ای وجود نداره که رئیس جمهور گفته باشه که تحقیقی مثلا یا تعقیب عدی مثلا متوقف شود. اما پروسیجر گرفتاری، سلب آزادی و نگهداری آقای ضیاء صالحی مخالف قوانین ما صورت گرفته. مثلا قوانین ما میگه وقتی شما کارمند رسمی که آدرس داره او رو میگیرین، باید به اداره مربوطش جلبتین و از اداره تسکیرش بکنین.
رأی که داره میشه و بره جرم مشهود نیست که اون شخص فرار بکنه و رو در نیمه شب با پوز بسته با زنجیر و زولانه دستگیر کنیم بریم به تحقیق. رئیس جمهور ظاهرا در کار پرونده آقای صالحی مداخله نکرده است و این کارمند ریاست جمهوری باید برای تحقیقات بلوی سارنولی حاضر شود. اما لوی سارنولی میگوید که محمد ضیا صالحی تا کنون حاضر به تحقیق نشده است. بله، تا هنوز ما دوسیه تحت بررسی ماست و جلاد ما رئیس جمهور هم مشابه در مصاحبه خود گفت که ما موافق هستم به بررسی ازی از طریق لوی سارنولی. ما جلب دادیم با آدرس دفتر ازی با آدرس محل سکونت ازی و تا ولی تا الحال به ما حاضر نشده برای تحقیق. بازداشت این کارمند ریاست جمهوری برخورد رئیس جمهور را در برابر اداره مبارزه با جرم‌های سنگین تغییر داده است. این اداره مقام‌های بلندپایه دولت را زیر پیگرد قرار می‌دهد و به گونه‌ای مستقل فعالیت می‌کند. اما به نظر می‌رسد که رئیس جمهور کرزی تلاش دارد تا فعالیت‌های این اداره را محدود بسازد و بر کارهایش نظارت کامل داشته باشد. این رویداد نگرانی‌های کشورهای کمک‌کننده را نیز به همراه داشته است. ایجاد اداره مبارزه با جرم‌های سنگین به گونه پیشرفت را نشان می‌دهد. اکنون به برخی موارد فساد اداری در این اداره رسیدگی شده است. واکنش رئیس جمهور درباره بازداشت و محاصره خانه یکی از مقام‌ها در نیمه شب موضوع متفاوت است و شاید این موضوع در هر کشور پرسش برانگیز باشد، اما اینکه این اداره تا چه اندازه آزاد و مستقل فعالیت خواهد کرد موضوع جدا است. ای ادارات مبارزه برای فساد جز دولت افغانستان و جز دولت امریکا، یک ای ادارات مبارزه با فساد در چوکات قوانین افغانستان عمل میکنه، در چوکات قوانین امریکا. این نهادهای دیپلماتیک و نظامی ایالات متحده امریکا است یا از افغانستان؟ طبیعتا هر اداری که در افغانستان کار میکنه با شمول ادارات مبارزه با فساد باید در چارچوب قوانین افغانستان مطابق پالیسی های دولت افغانستان، مطابق منافع ملی مردم افغانستان و در چارچوکات حاکمیت ملی افغانستان باید عمل بکنه. متاسفانه ادارات داره که امریکایی ها و دیگه دوستای بین المللی ما را برخشانه حساس ساخته و یه است که ما دیگه قابل قبول برای ما نیست که ادارات که در چارچوب دولت افغانستان است توسط خارجه رهبری شود، بخصوص در سایه قانون عدالت جنایی، سارنوالی و قضا. یعنی تلاشی وجود داره تا که دست از نار کوتاه. کاملا من برای شما مثال میتونم. یکی از اداراتی که از این دوی اداره وقتی شما به دروازش میرین اداره مربوط به وزارت داخلی افغانستان است، اما امنیتش یک از کمپانی خصوصی خارجی گرفته. خجالت آور نیست که اداره پلیس ما را امنیتش که داره یک کمپانی بگیره؟ مانایش ایست که دوستای بین المللی ما سر پلیس ما بی‌اعتماد است، یا مانایش ایست که بعد از 9 سال جامعه بین المللی بر ما پیام میده که پلیس ما این ظرفیت را دارد. شعار افغانیزه کردن اداره در افغانستان که عمدتا توسط آقای کرزی و اطرافیانش مطرح میشه یک نوع عوام فریبی است. متاسفانه آقای کرزی سطح سواد جامعه و سطح تحلیل افکار عمومی ملت افغانستان را بسیار دست کم گرفته و فکر میکنه با این شعارها و تشبیه سازی ها، مثلا دستگیر کردن آقای صاحبی را، ربط دادنش با اقدامات ارتش سرخ شوروی و یک نوع تشابه سازی میان اقداماتی که در امر مبارزه با فساد صورت میگیره با اقداماتی که در گذشته اشغالگران انجام دادن، یک نوع افکار عمومی را با خود همراه کردن و حمایت افکار عمومی را در قانون شکنی های خود جلب کردن و برای گریز از جریان دادرسی در موضوع فساد اداری افکار عمومی را با خود هم نوا کردن هست. در حالی که به فکر نمی کنم جامعه افغانستان بعد از سپری کردن سده زندگی با سیاست امروز فریب ای عوام فریبی ها را بخورند. بحث افغانیزه کردن یک شعار جدی برای تأمین استقلال افغانستان نیست، فراموش نکنیم، چرا که آنجا که منافع حاکمیت ایجاب میکنه خارجی ها در اونجا صلاحیت های عام و تام دارند. اما در جایی که
خارجی ها به قصد بازرسی آمدن و تلاش دارن که بعضی از موضوعات را برملا بسازن و این برملا سازی ها با منافع خاندان حاکم یا تیم حاکم و یا شخص حاکم در تضاد قرار میگیره، اینجاست که تبع ناسیونالیستی گل میکنه و قرار میشه که همه امور یک شبه افغانیزه بشه. با باور بسیاری ها شعار مبارزه با فساد اداری در حلقه های پایین دیده می شود، اما پیگر در حلقه های بالایی دولت دیدن نمی شوند. از سوی دیگر به نظر می رسد که دولت برای کشانیدن مقام های بلند پایه به ویژه وزیران به این روند کم علاقه است. وقتی که دادستان کل تابع امر رئیس جمهور باشد و رئیس جمهور در دست دارنده تمام صلاحیت های اجرایی مملکت، خب طبیعی است که یک دور باطل هست. فردی که امکانات اجرایی در اختیار داره اختلاس میکنه و همو فرد تسلط داره بر نهاد مهار کننده قدرت و همو فرد تسلط داره بر دادگاه های عدلی و قضایی ما و بر نهادهای مانند دادستانی کل. طبیعی است که این یک دور باطل هست. چیزی که میتونه این دور باطل را تا حدودی یک شکاف بیاندازه در او، مسئله مداخله دوستان و همکاران ما در خارج هست، متحدین افغانستان مانند امریکایی ها، اروپایی ها و دیگران. من فکر میکنم که اراده جدی نزد خارجی ها هم در امر مبارزه با فساد وجود نداره. عملا خارجی ها هم وارد یک دور باطل در افغانستان شدند. این که سر و صدا به راه می اندازند، این که تحت فشار افکار عمومی و رسانه هایشان قرار دارند و هر از چندگاه سر و کلهشان در کابل پیدا میشه و تعهدات را به یاد آقای کرزی میارند و بعضی به گیر و به بند ها را خواهانش هستند، اینها یک امر موقتی است. با باور بسیاری ها گام های عملی در مبارزه با فساد تنها در حلقه های پایین دیده می شود، اما پیگر در حلقه های بالایی دولت دیدن نمی شود. از سوی دیگر به نظر می رسد که دولت برای کشانیدن مقام های بلند پایه به ویژه وزیران به این روند کم علاقه است، چنان که تاکنون دادگاهی ویژه برای محاکمه وزیران ایجاد نشده است. نه از وزیر برحال کابینه و نه از وزیر محکمه. هیچ موردی را ما نداریم که دستش آماده باشه سن برای قضا و اگر مهمین بعد باید بیه، یعنی قبل ازی اگر دوسیه های پرونده ها از طریق اداره تحقیق یا سانوالی ایده گشته باشه و دیگه مطابق به میخوان باید اجرا صورت بگیره، ولی که از اعضای کابینه و اعضای سر محکمه هیچ نه پروندی بستر محکمه نامده و نباید بیاید، چون که قانونش نو ایجاد شده. وقتی قانون نباشه پرونده با اساس چی اجرا صورت بگیره؟ اعضای تخنیکی برای سطح وزرا و اعضای شورای لیستر محکم اگر ممکن متهم در موردشان در بینشان باشه، ما قانون نداشتیم. یک، دو، متوجه باشیم که تدقیق قانون و عدالت ظرفیت میخواه و ظرفیت در قلمرو قانون است که بارت زمان و مکان است. از لازم است کش از لازم سیاسیش متاسفانه ما در وضعیت بودیم که که وقت ممکن است محکمه آقای اکس یا وای سبب بی‌ثباتی بسیار شدید یک کشور می شد. هنوز هم ما در این مرحله نیستیم. این مصلحت را در نظر گرفته شده؟ طبیعتاً. ببینید شما 9 سال پیش یک پلیس داشتن که به جلب روان کنید. شما 9 سال پیش در اکثریت مناطق افغانستان برای قمندانی های امنیتان برای رسولیتان اتاق نداشتن. شما توقف خانه نداشتین، شما نظارت خانه نداشتین. وقتی شما کسی را سلب آزادی میگین خب باید باش توقف خانه داشته باشه. طبیعتاً این مسئله باید در نظر گرفته شده باشه. در سالهای اخیر شمار زیادی از مقامهای بلند پایه دولت به فساد متهم شدند، اما به ندرت دیده شده است که پرونده های آنان به گونه جدی بررسی شده باشند. درباره رویداد اخیر ریاست جمهوری اداره مبارزه با جرم های سنگین را دستور خاموشی داده است و احساس می شود که مداخله و فشار حکومت بر نهادهای عدلی و قضایی انگیزه مبارزه جدی را از بیشتر کارمندان این نهادها گرفته است. یک قسمت فساد در سیاسیون افغانستان است. این را با وضاحت می خواهیم بگویم.
یک قسمت فساد در سیاسیون افغانستان است که یا اینا قراردادهای غیر مشروع از جامعه جهانی گرفتن در حالی که با حکومت کار کردند، در حالی که با پارلمان بودند، در حالی که والی بودند، از جامعه جهانی قرارداد گرفتند و یا هم به نحوی از داخل حکومت قرارداد غیر مشروع گرفتند. با اینا هم ما میخواییم که جامعه جهانی و حکومت افغانستان مشترکاً مبارزه بکنه. در کنار صدها پرونده یا دوسیه‌ای که اصولاً کار دادرسی اونها در دادگاه‌های کشور آغاز نشده و با فرامین پنهانی فرمان منع پیگرد در موردشان صادر شده، شما به یک نتیجه واحد میرسید. اوی هست که رهبری دولت، شخص آقای کرزی و حلقه نزدیک با آقای کرزی و اطرافیان ایشان در فساد فزاینده اداری و روابط مافیایی شریک، دخیل و سهیم هستند. دیگه پرونده ها اکثرا در قسمت مقامات دولتی تحت بررسی قرار داره و تا بال مداخله رئیس جمهور که محسوس شده باشه ما مواجه نشدیم با او. فساد دولت افغانستان را در درون و بیرون با انتقادهای سختی روبرو ساخته است. هرچند دولت از تلاشهایش برای مهار کردن این پدیده سخن میگوید، اما انگیزه های گستردگی و عمق فساد را میتوان در تسامح دولت در کار مبارزه با فساد و پشتیبانی حلقه های رهبری دولت از افراد آلوده به فساد جستجو کرد. با این هم اگر مقام های بلند پایه آلوده به فساد به دادگاه کشانیده نشوند و حلقه های رهبری دولت از پشتیبانی افراد آلوده به فساد دست نکشند، نه تنها کاهش در این پدیده دیده نخواهد شد، بل فساد به گونه همگیرتر و وحشتناکتر در این سرزمین خواهد پایید و افغانستان در جهان به نماد فساد مبدل خواهد شد. تا برنامه دیگر، خیلی دوست.